با سلام، سری برنامه های دیگر نام ها و یاد ها و این بار واقعا با شخصیتی متفاوت، خانم میهن جزنی که برای کوتاه بودن مقدمه در برنامه های دیگر به موضوعات مختلف اشاره میکنیم، با یک سلام و یک قدردانی از شما خانم جزنی که این دعوت رو پذیرفتید و قرار شد که از همه زندگی شما و از همه زوایا و موضوعات گفته باشیم. شما نام ها و یاد های زندگیتون خیلی زیاده، فکر کنم اصلا با شناسنامتون نام ها و یاد هاتون هم در همون صفحه اول متولد شد. در نتیجه بیاین از صفحه اول شروع بکنیم، در چه دوره ای در کجا به دنیا اومدید؟ قبل از هر چیز لازم میبینم تشکر کنم از حسن نظرتون نسبت به من و ضمناً از اینکه شما خودتون یکی از نگم پایه‌گذاران، یکی از ادامه دهندگان همین تاریخ شفاهی ما هستید و این خیلی برای من ارزشمنده، برای اینکه به خصوص نسل قدیم که خودم هم جزوش باشم دیگه کم کم از بین میره رو به انقراضه و شما اینا رو ثبت میکنید برای من خیلی مغتنمه و البته منم هیچ دعایی ندارم جز اینکه گذشته رو با آیندگان منتقل کنم. دقیقاً بفرمایید که در کدوم یک از شهرهای ایران به دنیا اومدید، در چه دوره‌ای، منظورم سال تولد نیست بلکه چه دوره‌ای رو شروع کردید به شناختن زندگی در واقع؟ بله، من وقتی که خیلی کوچک بود، یعنی پدرم رئیس فرهنگ گرگان شده بود در سال 1317 اون موقع ها، بعد من اونجا به دنیا میام، ولی وقتی 6 ماه بودم پدرم دوباره مثل همه کارمندا که منتقل میکنن منتقلش کردن به تهران. بعد من دیگه مثلا شناسنامم هست صادره از گرگان، ولی رنگ گرگانم ندیده بودم چون از 6 ماهگی با خانواده، حتی بعد هم نرفتیم، حتی چرا بعدها وقت با اتفاقا رفتیم، بعدن که ازدواج کردیم با بیژن رفتیم گرگان، اما در این رابطه دیگه. ولی من تمام مدت در تهران بودم، در تهران بزرگ شدم و رشد و نموم در تهران بوده، با البته بعدم میگم که در جاهای مختلف تهران از آبشار رو نمیدونم محلات مختلف گرفته جاهای مختلف، تا بعد که سال 29 به 400 دستگاه منتقل شدیم که از ساختمانی بود که زمان دکتر مصدق در اختیار کارمندا گذاشته میشد. ماجرای از چه سالی، حالا نمیدونم شتاب زده باشه شاید این پرسش، از چه سالی فکر کردید که با دیگران دست کم در یک مورد تفاوت دارید و اون که سیاسی هستین؟ والا از سالی که از کلاس هفتم، ما الان میگن اول دبیرستان، موقعی که من 13 سالم بود وارد سازمان جوانان حزب توده شدم در بچگی و بعد و میپذیرفتن که کودکان بیان؟ بله میپذیرفتن که چون ساز جوانان بود دیگه، ولی اگر میخواستن کسی عضو حزب بشه باید بالای 18 سال داشته باشه. به این جهت من چون از بچگیم در یه خانواده فرهنگی بودم، پدرم با گرایشات چپی بود، البته چپ از نوع ارانی، نه توده‌ای نه چیز دیگه. منظورتون تقی ارانی؟ بله، تقی ارانی، اون 53 نفر اولیه، خیلی ارادت داشت، همیشه هم میگفت، به شوخی میگفت من که عضوی نبودم ولی جز پر قیچی‌های ارانی بودم، مدتی هم بهم شک کرده بودن ولی چیزی اتفاقی نیفتاد. از اینجا بود که ما در یه خانواده‌ای که پدرم سیاسی بود و مادرم هم فرهنگی به وجود اومدم، از بچگی حس میکردم که یک کاری باید انجام بدم، حس میکردم که آدم های فقیر رو که میدیدم یا سر کلاس شاگردای میدم که لباس خوبی ندارن، روپوش خوبی ندارن، همیشه دلم میخواست یک کاری بکنم برای اینا. و بعد که دیگه کم کم بزرگ شدم دیدم که خب میشه یه کاری کرد دیگه، باید اگر میشه یه کاری کرد که این همه بی‌عدالتی از بین بره. از اونجا این در سر من بود. اون زمانم تنها حزبی که مثلا میگفتن برای عدالت و سوسیالیسم مبارزه میکنه خب حزب توده بود. بله. البته درک من اینی که الان از حزب توده است نبود، بچه بودیم. بله، برای آرمان خواهی شما رو جذب کرد. بله، آرمان خواهی بود و من تا در اون آرمان خواهی از اون ابتدا با بقیه دوستایی که بودیم، با بقیه بچه ها، من از همشون فعالتر بودم. راهنمای فکریتون کی بود؟ فرد رو منظورمه.
راهنمای فکری پدرم بود. پدرت. بله. یعنی میخواستن که دخترشون بره به. بله بله. پدرم اصلا جلوی مامانه نمیکن ممانعت و نه تنها من، خواهرام، یه برادرم که طفلک فوت کرد چند سال پیش، ما همه بودیم. منتها پدرم رو من یک حساب خاصی داشت، چون که من علاقه به ادبیات و شعر میگفتم و شاگرد چیزی بودم، به من میگفتش که تو استعداد داری، تو هیچ وقت نباید ازدواج بکنی، من میخوام از تو یه خانم گاندی بسازم. اون موقع خانم گاندی خیلی بله بله. بعد که میگفت باید یه خانم گاندی بشی، این بود که مثلا من درس عربی فلان اینا تا پیش پدرم میخوندم جدا از مدرسه وقتی کلاس نهم بودم. حالا منظور، ولی بله، بعدش هم که دیگه انقدر طول نکشید که 28 مرداد شد و بله دیگه دلیلی برای آسیب بله بودن بله داشتیم. یک بله دیگه 28 مرداد شد و اون بگیر و ببند ها و اون سکوت و اون واقعا دیگه اختناق، و بلا فاصله ما هم از حزب توده، از سازمان جوانان بریدیم و دیگه یک. چرا بریدیم؟ به خاطر 28 مرداد؟ به خاطر بله، میگفتیم که اولا زمان از موقعی تقریبا بریده بودیم، رفتارش با مسئله ملی شدن نفت بود. از اون موقع اگه دلتون بخواد یه خاطر جالبی هم بگم، من کلاس هفتم که بودم، پروانه اسکندری که هنوز پروانه فروهر نشده بود، کلاس نهم بود. بعد ما با هم دعوا داشتیم، من روزنامه دانش آموزان میفروختم، اونم روزنامه دانش آموز. بعد یک سر حیات اون میگه، یه سر من، اون میگفت شما توده یای خائن میگید که نفت باید فقط در جنوب ملی بشه، چرا نمیگید باید در سراسر ایران؟ میگفتم خب حتما اینطوریه دیگه، باید اینطوری باشه. بعد دیدم نه، من جواب ندارم، حق به جانب پروانه است. آمدم پیش مسئول خودم که یک بارم اسمش آوردم و پیغامم براش دادم، ایران گرگین، خواهر بزرگ عاطفه، ایشون مسئول سازمانی من بود. بله. بعد رفتم گفتم رفیق ایران، پروانه اسکندری اینو میگه، راستم میگه، چرا نباید نفت در تمام ایران ملی شه؟ چرا؟ گفت خب رفیق، باید جواب میدادی که اگر در دست انگلیس باشه خرج توپ و تانگ و جنگ میکنه، اگر در دست شوروی باشه خرج ساختمان سوسیالیسم میشه. گفتم که خب به ما چه که اون سخت صرف ساختمان سوسیالیسم میکنه، خب پس به ما چه مربوطه، ما باید بر خودمون باشه. بعد دیگه کم کم سعی میکردم تو حیات وانستم با پروانه، بعدم با پروانه همینا رو چک کردیم. ولی بغیر از این سوالات علنی، در ذهن خودتون کنجکاو نابرابری های استدلال ها نبودید؟ خب بله، برای همین کنجکاو بودم که به مسئول سازمان. ولی با این حال موندین توی حزب؟ خب بله موندم، ولی میگفتم خودم دیگه گم میکنه، نمیذاشتم. آدم انتخاب زیادی ظاهرا اون موقع نبوده. نه دیگه جای دیگه ای نبود. بلکه من که جبهه ملی نبودم. و چرا؟ بعد برای اینکه خب اون موقع که ما عضو سازمان جوانان شدیم، بدبختانه حزب توده اون رو قبول نداشت. نمیگفت امریکایی، میگفت که باید نفت شمال، نفت جنوب فقط ملی بشه. البته خیلی زود فهمیدیم ما، تا بیایم به خودمون بجنبیم که کودتا شد، بعدم که دیگه بلافاصله ازش بریدیم. و دیگه تحصیلات شما تا چه زمانی ادامه پیدا کرد و آیا این محیط های آموزشی هم رو شما اثر گذاشت؟ تحصیلات من که خب تا لیسانس فلسفه ادامه پیدا کرد. خب دانشگاه باید یک مرکز عجیب و عظیمه. بله دانشگاه یه مرکز عظیمی بود که موقعی ما وارد دانشگاه شدیم که چند سالی 32 برای 37 4-5 سال از کودتا گذشته بود و ما دانشگاه تهران بله گذشته بود اون موقع، و ما دیگه از حزب توده بریده بودیم و اون رو اصلا خائن میدونستیم، حتی در کتابش هست دیگه. بله. در تاریخ 30 سال اقتصادی اجتماعی بیژن آورده که چرا باید چوب لای چرخ مصدق میذاشتن و چرا باید حزب توده مصدق رو در تنگنا میذاشت. حتی اعتراض کرده، نوشتش هست که بله. چرا طلاها رو زمان مصدق ندادن، اون وقت طلاها رو شوروی در زمان سلشکر زاهدی داد. بله. این بود که دیگه حزب توده برای ما مرد، به صورت فقط اصلا شده بود یه شعار حزب توده خائن.
از همه لحاظ. ولی معلم فکری شما کمونیسم بود؟ معلم فکری ما تا میگم مارکسیسم بود. بله. مارکسیسم بود معلم فکری ما که عدالت خواهی و نمیدونم با آگاهی از وضعیت اون زمان شوروی یا نه؟ نه اصلا ما اون زمان شوروی رو همون شوروی سوسیالیستی میدونستیم. بله. با این تفاوت که بیژن و گروه کمر اول دو سه تان بیشتر نبودن که بیژن این فکر رو برد پیششون که میگفت ما نباید به هیچ عنوان به کمپ شوروی یا چین وابسته باشیم، اختلاف ها اینا به ما ربطی نداره و اگر سوسیالیسم که باشه راست میگه بعد از منافع ما دفاع کنه. و بعد حبه به حبه نشون میداد که شوروی از منافع ملت ایران دفاع نمی کنه. همون به خصوص بعد از اشغال آذربایجان. بله بله، به خصوص اشغال آذربایجان خیلی بیژن رو بیدار کرد. منتها بیژن وقتی کشتنش سالها گذشت تا شکست شوروی و برلن و دیوار برلن، یعنی اون زمان که دیوار برلن فرو نریخته بود جدایی کمپ ها رو اعلان کرد و خیلی هم مخالف شد. اعتبار ایشون در همین دیگه. بله اعتبارش در همین. برای بینندگان باید گفته باشم که وقتی ایشان مرتب میگویند بیژن، همسر ایشان بیژن جزنی که متاسفانه کشته شدن و دیرتر به اون خواهیم پرداخت، در زمانی که برای آمدن فیلم برداری به اینجا می آمدم در مسیر راه فکر می کردم که تعداد زوجهایی که در صحنه فرهنگ و سیاست نامشون سایه انداز آن دیگری شده، مثال خوبش خانم میهن جزنی است که شخصیت خود ایشون حالا در طول برنامه، اگر در همین برنامه اول آشنا نشدید و اگر قبلا هم نمی شناختید، خواهید دید که دلیل دعوت و حضور من در اینجا استفاده از دانسته ها و همطور که اسم برنامه هست نام ها و یادهای ایشان است. Thank you.